سلام، برنامه انتخابات 97، ما محمد نصیر فیاض بیت و همکارم میزبانی برنامه هستم. رئیس جمهور غنی هیئت را برای بررسی شناسنامه های جعلی انتخاباتی گماشته و این هیئت امروز کار خود آغاز کرد. نگرانی ها از آغاز کاری هیئت که غالبا حکومتی خوانده میشه بین جریان های سیاسی یک مقدار بیباوری ها را بر رسیدن به اهداف قابل اقناع جریان های سیاسی از چگونگی روند جعل که خیلی هم اتهام حکومت و ریاست جمهوری در رود بین جریان های سیاسی زمزمه شده وجود داره. این هیئت حقیقت یاب چگونه کار خود با کدام میکاریزم شروع خواهد کرد و تا چی میزان میتونه اقناع سازی کنه در بین جریان هایی که در انتخابات امسال پارلمانی و ریاست جمهوری دخیل هستند و در کل برای حل بنبست انتخاباتی به وجود آمده حکومت میتونه تنها از تمرکز روی کار این هیئت مشکلات انتخاباتی و چالش های انتخاباتی رو حل بکنه یا نه چالش های بزرگتر از این وجود داره که نیازمند کار بیشتر مشترک میان کمیسیون های انتخاباتی و ریاست جمهوری و همچنان اعصاب سیاسی است. امشب میخوایم مجموعی موارد را با مهمان خود بحث بکنیم، اما قبل از اینکه به استودیو بیاییم مهمان خود معرفی بکنیم یک وقفه کوتاه زود بگیریم. دوباره خوش اومدین. به بحث امشب مهمانی که در با ما هستن جناب آقای فضل رحمان وریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی یا انسجام احزاب سیاسی درون حکومتی و بیرون حکومتی در پیوند به انتخابات، آقای پاینده محمد حکمت، مشاور ریاست اجرایی، جناب آقای نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان. اما قبل از اینکه به استودیو با این مهمانای خود بیاییم، همکار ما نوید بهار در ارتباط با چگونگی آخرین رویدادهای انتخاباتی در افغانستان چند لحظه با ما خواهد بودن. آقای بهار سلام بر شما. سلام بر شما آقای فیاض و مهمانان عزیز شما و همچنان بینده های عزیز. ما معلوماتی را که از چند ولایت در مورد انتخابات بوده بر شما و بینده های عزیز و همچنان مهمانان تون شریک می سازم و همچنان مروری داریم به روزنامه چاپ کابل که در مورد انتخابات گزارش های داشتن و همچنان سایت های خبری و صفحات اجتماعی که برخی از چهره‌های قبلی کمیسیون انتخابات برخی از اظهارات داشتن در مورد انتخابات. شما میدانید که 28 میزان روز برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون انتخاب شده و با گذشت هر روز موضوع انتخابات در رسانه‌ها داغ‌تر میشه. همین امروز ما صحبتی را که همراه آقای فواد احمدی همکار ما در ولایت هرات داشتم و در مورد آخرین تحولات انتخابات از اونا جویای معلومات شدم، اونا گفتند که در 4 ولسوالی ولایت هرات شدیداً مراکز انتخابات زیر تهدید امنیتی است که ولسوالی ها شامل ولسوالی زیرکو، پشتکو، کشتکهنه و در بعضی ولسوالی های دیگر نیز کم بیش تهدیدهای وجود داره. و همچنان گفتن که در مورد شناسنامه جعلی که در اواخر یکی از نگرانهای جدی انتخاباتی به شمار میاد، مردم گفتن که بیشتر حکومت مقصر میدانن و بیشتر حکومت متهم میسازن به جعلکاری و سازماندهی انتخابات و باورمندیشان در این ولایت نسبت به شفافیت در انتخابات خیلی کم است. و همچنان در ولایت قندهار صحبتی را که همراه آقای رحیمی از همکار ما داشتیم، اونا گفتند که در 5 ولسوالی زمانی که مراکز رایدهی مشخص شده و حتی امو مراکز ثبت نام در 5 ولسوالی تا هنوز هیچ کسی بر انتخابات ثبت نام نکرده بنا به تهدیدهای امنیتی، در حالی که رئیس کمیسیون انتخابات قندهار گفته بود که مسئولین امنیتی برشان وعده داده بودند که اونا به خاطر آمادگی های انتخاباتی و تامین مراکز ثبت نام آماده هستند هر گونه تامین امنیت بر کارمندان انتخابات داشته باشند، ولی رئیس کمیسیون انتخابات قندهار میگه که تا هنوز این مشکلات برطرف نشده و این 5 ولسوالی کاملا در حالت بی سرنوشتی به سر میبره و هیچ کسی از این باشنده از این ولسوالی ها ثبت نام نکردن که از جمله ولسوالی ها میان نشین است، شورابک است، غورک است و ولسوالی نش و همچنان ولسوالی معروف می باشه که باشندهای از این ولسوالی ها از ثبت نام در انتخابات باز ماندن و چه خاصایی که اونا در انتخابات شرکت کنن.
و امو موادی هم که گفته میشه برای ثبت نام رایدهنده آب از طریق چرخبالای نیروهای ارتش به این ولسوالی ها انتقال داده شده بود، بنابرای که آنچه که مسئولان کمیسیون قندهار گفتن که کارمندانشان زیر تهدید امنیتی بودن، اون مواد هم دوباره انتقال پیدا کرده به مرکز قندهار. و همچنان چند روز پیش نشستی را که فعالای جامعه مدنی در ولایت قندهار داشتن، اونا همین 28 میزان که به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین شده، اونا کاملا بی‌باوری خود نشان دادن و گفتن که انتخابات در این تاریخ برگزار نخواهد شد و حکومت اراده در این راستا ندارد. و همچنان از ولایت بغلان گزارشی که بر ما رسیده، 280 مرکز رایدهی گفته میشه که در ولایت بغلان از سوی کمیسیون انتخابات تعیین شده، ولی 50 مرکز انتخاباتی شدیداً زیر تهدیدات امنیتی است در بغلان، که از جمله در ولسوالی دهنه غوری گفته میشه که کاملاً به دست طالبان است و در این ولسوالی هم باشندهاش نتونستند که بر انتخابات ثبت نام کنند. و همچنان در ولسوالی بورکه بغلان مرکزی و همچنان در دو ناحیه پل خمری دند شهاب‌الدین و دند غوری همچنان برخی تهدیدهای امنیتی گفته میشه که وجود داره. و همچنان در قسمی که پیشتر گفتم در روزنامه‌های چاپ کابل، در سه ولایتی که نام بردین، البته ولایت‌های دیگه هم چالش‌های خیلی جدی نسبت به ایروند وجود داره، اما در سه ولایتی که شما نام بردین ضمن تهدیدهای ولسوالی ولایتی و ولسوالی های مربوط به او، علاقمندی مردم یا میزان علاقمندی مردم صرف نظر از موضوعات امنیتی با توجه به جعلکاری هایی که جریان داره چی بوده؟ در این مورد پرسشای داشتین با همکارای ولایتی ما یا نه؟ بله، کاملا من صحبت داشتم در ولایت هرات، هم چنان که پیشتر گفتم نهادهای مدنی و نماینده های مردم و فعالای جامعه مدنی اینا نسبت به شفافیت در انتخابات اظهار بی‌باوری کردن و حکومت بیشتر متهم ساختن به این که میخواهد به نحوه در انتخابات دست‌درازی کنه و جلکاری شود در انتخابات. و همچنان در قندهار که فعالای جامعه مدنی در نشستشان نسبت به برگزاری انتخابات آنچه که از سوی حکومت و کمیسیون اعلان شده اونا اظهار بی‌باوری کردن و نسبت بر شفافیت انتخابات اونا اظهار بی‌باوری کردن. بسیار کوتاه، اگر در مورد موارد باقی موضوعات روزنامه ها و سایت ها اگر کوتاه بپردازین و بیایم به استودیو بس کنید. در قسمت روزنامه باید گفت که روزنامه 8 صبح که امروز گزارشی را که در مورد انتخابات به نشر رسانده، در مورد مواد حساس انتخاباتی است که عنوانش از 50% مواد حساس انتخابات به کشور انتقال یافت. این روزنامه به نقل از سخنگوی کمیسیون انتخابات میگه که 50% مواد حساس روز انتخابات به داخل کشور فرستاده شده و روند انتقال این مواد به داخل کشور تا اول میزان ادامه خواهد یافت. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات بر روزنامه 8 صبح گفت که 50% مواد حساس انتخاباتی برای بیش از 10,000 محل رایدهی به داخل کشور انتقال یافته است. به گفته آقای ابراهیمی، کمیسیون انتخابات در نظر دارد مواد حساس روز انتخابات را پس از انتقال به کشور تا 28 میزان به 21,011 محل رایدهی در سراسر کشور انتقال بدهد. و همچنان در ادامه همی گزارش در مورد برخی مراکز رایدهی که گفته میشه امو تعداد کسایی که ثبت نام کردن به کمتر از 50 نفر میرسه، اونا گفته که مدغم میشن. ادامه از این گزارش گفته شده که با سایر مرکزهای رایدهی اینا مدغم خواهند شد. و همچنان روزنامه دیگه که به دسترس ما قرار گرفته، روزنامه اقتدار ملی است که هم یک عنوان درشت نوشته کرده در مورد انتخابات: وقت کشی در رفع نگرانی های انتخاباتی. انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهمترین پروسه ملی دانسته می شود، اما با وجود تجارب شیرین و تلخ، اینکه پس از تأخیرها
و کوتاهی های بسیار و نامعجل در برگزاری انتخابات پارلمانی نگرانی ها در مورد اجرای این پروسه ملی هر روز ابعاد پیچیده تر و جدی تر پیدا می‌کند. بسیار تشکر آقای بهار. همین گزارش ادامه داده و در کل نگرانی های خود در مورد برگزاری انتخابات ابراز کردند. موارد را که با شما در میان گذاشتیم، البته از دوستای خود پرسیدیم نگرانی که اینا دارن، با ما از جیرانی سیاسی هم آقای اوریا است. دوست تشکر میکنیم از شما مهمان رسیدی، خوش آمدید میگیم. بس را از آقای حکمت میخواییم آغاز بکنیم. حال شما در درون حکمت هم هستین، چیزایی که در ارتباط به جلکاری های روند انتخابات تا به حال را گنجانیده شده، چقدر میشه که پاسخ تعیین هیئت حکومتی که خود حکمت متهم به جلکاری است اقناع ایجاد کنه به این جیرانی سیاسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه ده چې د شهید اونۍ په مناسبت د افغانستان د ملي قهرمان شهید احمد شاه مسعود یادونه وکم، او د هغه ترڅنګ د هغه والدینو پلرونو او میاندو چې د خپل د زړه ټوټې د دې وطن د استقلال او ازادۍ لپاره د لاسه ورکړي، د هغه خویندو چې د خپل ژوند خواږه ملګري د لاسه ورکړي، د هغه یتیمو ماشومانو چې متاسفانه موږ تر اوسه ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي نه ده کړې، هغوی د پلار د ستر نعمت نه محرومه شوي دي. د دوی په شمول ټولو ته د عقیدت او احترام پیرزونې وړاندې وکم، او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د جنگ لړۍ د ټول عمر لپاره ختم شي، که دا په هر نوم وي او که د هر عنوان لاندې، ځکه چې د دې جنگ قرباني یوازې د دې وطن بچی دی، که هغه بر دی او که کوز دی. تاسې پوهیږئ چې انتخابات په افغانستان کې له تېرو انتخاباتو نیولې تر روانو انتخاباتو پورې عامه ذهنیت دا ده چې په انتخاباتو کې باید تقلب وشي، جالکاری وشي، تزویر وشي، او د دې شکلونه چې دي که مشخص په پکور راشو دغه بس په کې ښه ټولوی وشو تر څو چې ډېر یو لویه مقدمه جوړ کړو. آیا دغه اقدام د حکومت اقناع ایجاده وشي که نه؟ ډېر خوشحاله یم چې په دې بحث کې محترم استاد ایوزاده صاحب د اوریا صاحب د دواړه زمانه ډېر ښه پوهیږي. خوشبختانه چې حکومت بالاخره یو اعلان وکړي، یو کمیسیون تشکیل کړي چې دغه موارد باید وڅېړل شي چې دا جلکاري چا کړي، څنګه کړي او څنګه شوې ده. موږ ټول به هیڅ د شریک د انتخاباتو چې په دغه ډیموکراتیک نظام کې شریک یو په شکل د اشکالو، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه مدني ټولنې دي، که هغه حکومت دی، که هغه عام خلک دي، ځکه چې دا پروسه ملي پروسه ده، نو د دې پروسې د کامیابولو لپاره باید موږ کار وکړو، خپل غږونه پورته کړو. سیاسي ګوندونه اوریا صاحب دلته ناست دي، نه غواړم چې تاسو وړاندیز وکړئ، فقط مستقیم پوښتنو ته ځواب ورکړئ. حکومت دغه کمیسیون حقیقتیا به کمیسیون جوړ کړی، اما دغه کمیسیون وایي حکومتي ده او جالکاري هم حکومت کړی، دغه اندېښنې دي چې د سیاسي اعصابو ترمنځ دي، څومره کوی چې دا ټکر واقع شي؟ وروسته د مدني ټولنې کولی شي چې د کمیسیون نه نظارت وکړي، مطبوعات کولی شي د کمیسیون نه نظارت وکړي، سیاسي ګوندونه کولی شي چې په دغه اما دوه کولی شي چې کمیسیون له کار نظارت وکړي، حال دا چې دا افتزار رامنځته شو. دا کولی شي د سیاسي ګوندونه چې د کمیسیون د کارونو نظارت وکړي، او هغه موندونه چې سیاسي ګوندونه یا مدني ټولنې یا مطبوعات پیدا کړي، زموږ تمه دا ده چې دا د ولس سره شریک کړي په انتخاباتو کې. هر قسم تقلب، که هغه حکومت کوي، که هغه سیاسي ګوندونه کوي، که هغه کمیسیون کوي، دا کمیسیون به کوي څه؟ که هغه کمیسیون کوي، دا د دې ملت سره جفا ده، د دغه ملي پروسې سره خیانت دی. موږ په هیڅ شکل د تقلب طرفدار نه یو، که هغه هر څوک یو. ښاغلی حکمت، دا کمیسیون به کوي څه؟ د دې کمیسیون تر ټولو ستر ملي رسالت دا ده چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره کړي. کومه پروسه؟ دا د انتخاباتو پروسه. ولې متاسفانه اما دا کمیسیون د انتخاباتو پروسې ته نه، دا مشخص تذکیرو په اړه جوړ شوی د تذکیر د جلکاریو جلکاری د دوی اخلاقا ایمانا مسؤلیت دا ده چې دوی باید خپلې موندنې په شفاف توګه د ولس سره شریکې کړي، او هیڅ شی په دې برخه کې پټ نه کړي، که په دې کې احمد شریک دی، که په دې کې مدني ټولنه شریکه ده، که په دې کې کمیسیون شریک دی، ترکیب دی د کمیسیون څومره د قناعت پر دې تاسو باندې؟ یعنی دا حکومتي کمیسیون ده، زه ستاسو سره په دې کې موافق یم، ولې مدني ټولنې کولی شي، سیاسي ګوندونه کولی شي، زه ته کولی شو چې نظارت کړم. اجازه راکړئ چې اوریا صاحب څخه وپوښتو، څومره دغه کمیسیون کولی شي چې د اقلیت تاسو قناعت رامنځته کړي؟ مننه. تاسو د میز ګډونوالو او تر نورو دې ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. لومړی ستونزه خو خپله حکومت سره د کمیسیون په هکله باندې، حکومت کوم وخت کې چې مجبوره کېږي بیا یو کمیسیون جوړوي د خلکو د اسعارو د غولولو په خاطر باندې، او په تېرو څه د پاسه څلور کلونو کې حکومت په سلهاو کمیسیونونه په سلهاو پیښو لپاره جوړ کړي دي، مګر د هیڅ کمیسیون مثبتې پایلې موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې. لومړی د حکومت په دغه کړنه اعتماد نشته، دویم په ترکیب د دغه کمیسیون باندې اعتماد نشته،
د دوی دوه غړي یو د تذکرو د ثبت احوال نفوس غړی ده، بل د ټاکنو کمیسون ده. دا دواړه توران په تقلب دي، دا دواړه توران په تخلف دي، دا دواړه یعنی هغه تورن بیرته هغه کړي ګمارلی دي چې خپل مشکلات لري کمیسون ته. او دریمه اساسي ستونزه دا ده چې دا تنها د تذکرو لپاره ده، او زموږ اساسي ستونزه شټیکرونه دي چې په میلیونونو شټیکرونه جعلی ویشل سوی دي، او اوس هم عملا په ټولنه کې شتون لري. یعنی دا د شټیکرونو لپاره نه ده، یعنی دا د ټاکنو د شفافیت په خاطر ده. دا هدف د حکومت له دغه کمیسیون نه د تاسو په اند څه کیدای شي؟ زه فکر کوم چې حکومت غواړي یو نوه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، خلک، نړیوال ټولنه مصروف وساتي او وخت کوشي وکړي. په لومړي سر کې تاسو د کمیسیون په اړوند څه غبرګون درلود؟ موږ هر هغه ګام چې د ټاکنو د شفافیت لپاره اوچت سي هغه مثبت ارزیابي کوو. مګر دا کمیسیون یو مثبت ګام نه ده، ځکه دلایل: یو، دا تنه د تذکرو لپاره ده، شټیکرونه په پام کې نه لري. دویم، د دې دوه غړي کاملا تورن دي. دریم، په دې کمیسیون کې باید د افغانستان د ملي ائتلاف څخه یو غړي باید هلته شتون درلودلی، ځکه چې دا تور موږ وارد کړی ده، ځکه چې دا لوی ملي ائتلاف. د تاسو وړاندوینې ښاغلي وریادي د کمیسیون د کار د پایلې نه څه ده؟ تاسو زموږ وړاندوینه دا ده چې دا کمیسیون به سره له دې چې د ټاکنو د شفافیت لپاره ګام اوچت نه کړي، بلکې برعکس دا به نور هم فضا ترینګړي کړي. آیا د تاسو د کمیسیون او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي لاین لا تر اوسه پورې شته چې تاسو دغه موارد یا دغه اندېښنې هغو سره شریک کړئ د کمیسیون په اړوند کړه؟ د حکومت لپاره د خبرو اترو دروازې د تل لپاره خلاصې دي، موږ هیڅ ستونزه نه لرو. او د تاسو لپاره حکومت سره څه؟ دغه اوس زموږ لپاره تاسې رسنۍ بهترینه وسیله ده چې موږ وویل او حکومتیان یې اوري. دا کمیسیونه د دوه غړي لري سي. دا کمیسیون کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف چې هلته زموږ مسؤول د ټاکنو د کمیټې همایون همایون صاحب دغه دی، هلته باید پکې غړیتوب ولري. او په څنګ د دې کې د شټیکر مسله دې هم دلته پکې شامل سي. موږ په داسې یو حالت کې بیا حاضر یو چې 6.5 میلیونه شټیکر او تذکرې جعلي ثابت. دا ډېر یو لویه پیچلتیا رامنځته شوې ده. مخکې له دې چې کال یې ایبزاده راشو، وروستۍ پوښتنه تاسو نه په دې برخه کې، آیا د دې کمیسیون پایلې ته به تاسو د اعتماد مهر لګوي او د منلو وړ تاسو ته ده؟ نهایتا دغه کار پای ته ورسیږي د حکومت لخوا، بیا به تاسو که چیرته د افغانستان د لوی ملي ائتلاف او د نورو سیاسي ګوندونو طرح او نظریات دوی اومني، دوه غړي ته نه لري کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غیر لغنه خو بیا دا ناقص ده. په خپله په غله باندې غواړي چې غل ونیسي، دا خو نه کېږي. آقای عبدالله، تعریف شما است امی کمیسیون و نتیجه کار کمیسیون چی است؟ بسیار تشکر سلام خدمت شما مهمانان گرامی و همچنان بینندگان عزیزتان. متاسفانه ما بیشتر چون تکنیکی نگاه تکنیکی داریم به قضایا، بیشتر آسیب شناسی نشده و هر کدام از یک مسیر به انتخابات نگاه میکنه و تلاش میکنه که حداقل برنامه‌ای داشته باشه، ولی آسیب شناسی ما بیانگر از این است که مشکل اصلی مشکل تذکره نیست، مشکل اصلی مشکل استیکر نیست. شما برین اگر به جنبه امنیتی انتخابات توجه کنین، برین برای مشکل سیاسی انتخابات توجه کنین، شما برین اگر برای توقعی که بسیار بالا رفته، توقعی کاندیدا هر کدام برنده شده شما توجه کنین، شما اگر برین برای ضعف و رهبری مدیریتی شما توجه کنین، شما اگر برین برای اینکه یک تفاهم سیاسی در داخل حکومت نیست توجه کنین، من فکر میکنم مشکلات ریشه یابی نشده و اینا بهی که ادقل. اما قبل از این، قبل از مشکلات زنجیری که شما که پیدگر نام بردین، یک افتضایی که نو سر از یخن کمیسیون انتخابات بیرون کرد، بس استیکرها بود که حتی در کمیسیون هم تایید شدی جلکاری ها که ثبت دیتابیس کمیسیون شده بود. حالا حداقل یک نقطه که حکومت میخواد یک بینی خمیری برای خود ایجاد بکنه کمیسیون، چقدر حداقل میتونه می اقلان شد کنه از قبل شما از بود تکنیکی؟ اگر نیست کدام جاها مشکل؟ شما وقتی که میرین بس تذکره رو مطرح میکنین، تذکره از نقطه نظر سیستم یک سیستم بسیار قوی نیست در افغانستان.
وقتی شما اگر میخواین میرین شفاف سازی کنین، این عطا ناممکن است تا جایی که ما از نظر تکنیکی را ارزیابی کنیم. و این وقتی که این مسئله مطرح میشه، شما چطور شفاف سازی میکنید وقتی که دیتابیسی برای دعوت به مورد تذکره وجود نداره؟ بیشتر شکل منور است توزیع تذکره در افغانستان. تذکرهایی که توزیع شده چطور میدونین از افراد دوباره به دست برین؟ چطور ایره تفکیک کنین؟ ما ارزیابی که انجام داده دفتر ما اصلا غیر ممکن است که ما بتونیم توزیع تذکره شفاف سازی کنیم. اولی که او امو فاندیشن تذکره در افغانستان یک شکل کلاسیک است و او خیلی دشوار است که تو بتونی او را شفاف سازی کنی و حداقل او را تازه بسازی. دو، مسئله دومی که استیکر بر مبنای تذکره توزیع شده و استیکرها قبلا رفته، اگر توزیع شده دوباره برگشتن بر استیکرها ما فکر میکنم راه برگشت وجود نداره از نقطه نظر تکنیکی. اگر شفاف سازی همشه کمیسیون چگونه میتونه او استیکرهایی که مثلا با کسایی که توزیع شده واجد شرایط نیست یا مثلا هوایی توزیع شده چگونه میتونه جلوی او تسکه او استیکرها را بگیره؟ این کار کاملا ناقص است. کمیسیون قبلا با رسانه گفته بود که البته او تعداد استیکرهایی که رفته در تسکرهای جعلی اونا باطل خواهد شد. فکر میکنم اصلا نمیتونه تفکیک کنه. ببینید ما دیتابیسشون بده اینا بیان با ما صحبت کنن و با ما نمیتونن در این مسئله صحبت کنن. دیتابیس چون او خصوصیات نداره از نقطه نظر تکنولوژی، ما مسلکم از یک بخش مسلکم همی تکنولوژی هست. شما وقتی که میرین اونم خصوصیات دیتابیس از اینا داره که تفکیک کنه که کدام ها مثلا استیکرای معتبر است، کدام ها استیکرای معتبر نیست و بر مبنای چه شاخصه ها اومو کیورایی که استفاده میشه به اصطلاح انگلیسیش اینا بتونن تفکیک کنن خوب و بده و استیکرایی که صحیح است، استیکرایی که دقیق یا تقلبی است. کمیسیون پذیرفته که استیکرایی که برچسب خورده با تذکرای جعلی و ثبت دیتابیس کمیسیون هم شده اصلی است، دو تردید ندارن، اما میگن که با پیدا کردن تذکرای جعلی یک فیلتریشن در دیتابیس خود دارن که میتونه حداقل مو استیکرای اصلی رو باطل اعلان کنه. فکر مشکل اصلی است که تسکر شناسایی تسکرای اصلی و غیر اصلی چطوری انجام میدن. شما ببینید کمیسیونی که ایجاد شده درست است، ولی آیا واقعا ما میخوایم این کمیسیون رو چالش بدیم؟ امروز است پرده تلویزیون شما که آیا این کمیسیون این ظرفیت داره که بتونه شناسایی کنه تسکرای تقلبی و اصلی را؟ اگر این کار کرد به این معنی که ما خیلی موفقانه پیش میریم. اول این کار از خودش یک سوال است برای ما از نقطه نظر تکنیکی. من قبلا هم براتون گفتم که از نقطه نظر تذکری ورقکی ما دیتابیس خاص نداریم که کامپیوترایز باشه و خیلی هم بتون راحت تفکیک کنه. این شکل اوراق است، شکل منور است، توزیع شده و تفکیک از این ما فکر میکنه اول بسیار زمانگیر است، دومی که خیلی هم آسان است، سومی که در حد یک کمیسیون ما نمیتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم که قابل قبول برای ملت افغانستان و برای شرکای انتخاباتی باشه. ما میریم بدون از اینکه درک کنیم که مشکل در کجاست، بس تذکره نیست. حالا تذکره توزیع شده و مثلا استیکر هم توزیع شده، دیتابیس هم یک دیتابیس کاملا میشه بگوییم از نقطه نظر شفاف سازی ناقص است در داخل کمیسیون. صرف اونمو ریکاردهایی که شامل دیتابیس شده، همون دیتا انتری که صورت گرفته، اونمو قابل خواندن است و قابل پذیرش است. حکومت افغانستان بعد از تعاملات پیهم و ناکام با احزاب معترض سیاسی بالاخره انگشت گذاشت از 1001 مشکل و مشکل که تقریبا با افتضاح انجامی تذکره ها است. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان به جای رای افغانستان رای ترکستان را پیش گرفته نتیجه نمیده، یک رای منحرف است؟ شما ببینید احزاب سیاسی دو مورد خاص داره، یک تغییر سیستم، دو استفاده تکنولوژی. که اصلا کمیسیونی که ایجاد شده پاسخگو برای خواستهای احزاب سیاسی نیست. اگر منطق یا هدف احزاب سیاسی باشه، خود کمیته نمیتونه کاری داشته باشه. نه این کمیسیون سیستم تغییر میده، نه زمینه استفاده بایومتریک فراهم میکنه. بنابراین این کمیسیون موجودیتش و کارش ناقص است، جز وقت کشی و به یک نحو ذهنیت سازی برای خود حکومت نمیتونه شفاف سازی برای پروسه کنه. از طرف دیگه ضعف های مدیریتی و رهبری که در داخل کمیسیون است یک چالش بسیار کلان است. بس مشکل بین رئیس دارالانشا و تعداد از کمیشنرها در مورد تغییر تعدیل مسئولین ولایتی یک چالش موجود دیگه هست. شما بس امنیت نایده نگین است، برای ما هم گزارش آمد از ولایت کاپیسا در تگاب بیشتر از 9 مرکزی است که امنیتش تامین است و تعدید بسیار بالا قرار داره. ما فکر میکنم یک تفاهم کلی هنوز برای رفتن به طرف انتخابات شکل نگرفته. با این وضعیت اولی که ما شدیداً نگران برگزار انتخابات هستیم، دومی که خیلی دشوار خواهد بود که انتخابات بتونه برگزار شود و دلیل هم که حکومت و یا تعداد از بازدیدگرای جامعه جهانی برای برگزار انتخابات تاکید میکنن و دلایلشان گرفته از برگزاری کنفرانس ژنو است که در نوامبر 2018 برگزار میشه و اینا میخواین صاحب یک دستاورد نیم نیم کلا شون تا اینکه بتونه پاسخگو باشه بر جامعه جهانی. بسیار تشکر. البته در زمان بسیار کوتاهی که به برگزاری انتخابات از نظر
روز و تاریخ مانده، دو چلنج خیلی کلان که میتونه نقطه تقابل را در فضای انتخاباتی ایجاد بکنه. یکی همسویی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی، حکومت و نهاد توزیع تذکره یا اداره توزیع تذکره که کلش حکومتی خوانده میشن و کلش متهم هستند که تا به حال روند به افتضاح کشاندن و زمینه ساز جلگاری های انتخاباتی سیستماتیک و به نفع خود در پروسه انتخابات شدن. طرف دیگه تنها احزاب سیاسی معترض نیست که در یک چتر کلان ائتلاف بزرگ ملی انسجام یافتند، بلکه نهادهای مشاهد تکنیکی هم در ارتباط با چگونگی شفافیت سازی انتخابات جدا نگران هستند و رویکردهایی را که حکومت تا به حال در ارتباط با شفافیت انتخابات شعار داده او را ناقص، منحرف و روزمره زده و بالاخره روزگذرانی میدانند. حالا با این وجود چقدر میتونه این فضا آگنده از بی‌اعتمادی بیشتر در روند انتخابات شود و حکومت تا چه میزان توانمندی رفع از این در زمان کوتاه خواهد داشت؟ یک وقفه کوتاه شد. دوباره خوش آمدید. خیلی حکمت، تاسو د خغلی اوریا خبری ما اوریدید، خغلی ایوب زادم. حداقل که تفسیر کو په دې رقم کیدای شي چې حکومت غواړي دی ټاکنو په چارو کې ملانډي وهي په عام افکارو بل اخره هغه لارې غوره کړې ده چې فقط ځان ته بل هیڅ ته د اقناع وړ نه ده. تاسو فکر کوئ چې څومره منحرف لار ته روان است؟ اجرائیه ریاست د حکومت سیاسي شریک په توګه د تیرو انتخاباتو د ترسره کېدو نه په لومړۍ ورځ او د تفاهمنامې اساسي جزء مو ریاست زمانه په دې مسایلو کې ښه وارد دی چې موږ باید د انتخاباتو سیستم بدل شي، انتخابات بایومتریک شي، برقي شي او تر څو د تقلب او جالو تصویر مخنیوي وشي. تر پرونه، تر ننه، تر سبا زموږ همدا واز دی چې په انتخاباتو کې باید څومره چې کیدای شي څومره چې ممکن شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تاسو شعار ده دا زموږ اما دا هم فریبانه شعار ده وختنه ده خلک وایي دا هم فریبانه شعار ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت د ملي او ایمانی مسؤلیت دی چې احزاب ته، مدنی ټولنو ته او ټول افغانانو ته یو تاسو د حکومت په صفت ځواب ورکړئ چې څرنګه کوئ چې چقنا ایجاد کړئ. تاسو مخکې ویل چې دا ډیر ښه اقدام ده، ښه نیک اقدام ده، موږ تلاش کوو چې شفافیت رامنځته کړو. هلته چې دغه لړۍ ناکامه ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله کې د افغانستان حکومت چون دا پروسه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مربوط ده، دوی تر هر چا زیات مسؤلیت لري چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې او تشویشونه لري کی په هر وسیله چې کېدای شي دوی ته ماته به هستي ورای ورکوونکی اگر کزی د حکومت کارمند دي دا قناعت راکې چې زما رای به شفاف استعماليږي، انتخابات به شفاف دي، دا دوی مسؤلیت دي. تاسو اقدام هغه اکشن چې د دې په دیار نه زموږ غوښتنه ده، زموږ تاکید هم ده تر دې اما تاسو غوښتنه کوي یو څه او اقدام کوي بل څه. د ملي والي د حکومت تاسو غوښتنه کوي یو څه اقدام هم ده بل څه. دغه اقدام شوی نه کغلی وریا په قناعت لري نه کغلی ایب زده حداقل دوا زاویونه نه کمیسون موږ د کمیسون د پایلو من انتظار بس خاید پایله به لده سره افتضاحی نو ورځ نیمه کې پایله اعلان شي که پایله د قناعت ول نه وي د چی شي پایله اعلان شي دغه کمیسون مندنی سیاسي اوس دغه کمیسون دغه کمیسون په نفس کې غلط ده کغلی وریا ډیر واضح ویل دغه کمیسون دغه ترکیب د کمیسون دغه کسانو نه جوړ شوی چې خپل په تقلب کاری متهم دي. ګور دوی په کمیسون کې داخل کې جواب وي چې دا تذکیرې چا ور کړی چاته به جواب وي ځانته به جواب وي کمیسون ترکیب ته په دې کمیسون کې لویه څارنوالۍ داخله ده. دوی بعد دا معلومه کې چې دا تذکیرې چا ویستلی دي چا ورکړي راځي په دې شکلې که خدای نه خواسته تاسو غلا کړی وي او تاسو مونږ بیرته په وګمارو چې تاسو دغه وڅېړئ چې څه رقم دا ممکنه ده. ګوره خوشبختانه چې افغانستان کې اوس د بیان ازادي یا زموږ سیاسي ګوندونه که څه هم ستونزې مشکلات به وي هغه سې ملي به نه وي څنګه چې په نوره دنیا کې دي یا مونږ فکر کوو په سیاسي احزابو کې هم ستونزې شته، مشکلات شته، مدني ټولنو کې به مې مونږ هغه د تکامل مرحلې ته نه رسېدلي. ولې خوشبختانه اوس کې نن چې وریا صاحب په کوم جرات غږېږي یا ایوبزاده صاحب په کوم جرات غږېږي زه باوري یم چې سبا د دې نه په ښه جرات آواز پورته کولی شي او دا د دوی حق دی. مونږ په هېڅ صورت د تقلب او د تصویر ملګرتیا نه کوو. اقدام هم تصویر امیز ده د دوپان غوښتنه هم دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه چې ولس ته خلکو ته باور ورکړي چې دا انتخابات به پاکي شفاف. ما مخکې ویل چې غوښتنه هم یو څه ده او اقدامات هم بل څه دي.
که د کمیسیون په اړوند کې هغه لوریا اشاره وکړه د کندوز له سقوط نه د غزین له پیښې نه زرها او پیکونه کمیسیون فقط د خلکو په سترګو خاورې وهل او نتیجه بیرته بیا د خپل آماده حکومت برنامه فکر کوم چې دا کمیسیون به مهای نه هغه انتباه ولري ما ته ته ویل چې د افغانستان د ملي والی حکومت د دوو مختلفو سیاسي ټیمونو نه جوړ دی آیا د مونږ د سیاسي شریک اجرایه ټیم د ارګ په دې اقدام باورمن دی کنه مونږ هر هغه اقدام چې د شفافیت لپاره مونږی طرف آیا دا اقدام د تاسو باندې شفافیت بلار کې دکنه مونږ د دې کمیسیون پایلې ګورو که پایلې مدني ټولنو ته سیاسي ګوندونو ته ولست د منلو وړ دی آیا ترکیب د تاسو باندې قناعت وړ دی بالکل د قناعت وړ دی څه ستونزه نشته هیڅ ستونزه پکې نشته اما څنګه کوي چې د نورو قناعت دغه شریکان د انتخابات هداقل د مشاهدو نهادو چې سیاسي دید نه لري د تخنیکي دید لري د تخنیکي دید لپاره دغه لار غلطه کوي پایلو ته باید منتظر اوسو ټول ملي مسؤلیت لرو که هغه مدني ټولنې دي که هغه سیاسي ګوندونه دي که هغه رسنۍ دي که هغه ایوب زاده د پایلو وړاندوینه وکړه دغه کار هیڅ پایله نه لري دغه کار غلط ده په نفس کې د خپل غلط یو شی چې په نفس کې غلط وي دغه پایله به څه وي چې دا پروسه لکه د کامیابی پړاو ته ورسو که هیانن خدا مکه انتخابات ونیش زه په پښتو تاسو راغیږم ښاغلی ایوب زاده ویلې د تخنیکی له پلوه د دې تابیس او د هغه مواردو چې کیده شي تخنیکی پایلې رقم ورکړي د هغه له پلوه دغه نفس دغه حرکت غلط ده دغه امکان نه لري چې دوی ناقص تذکیرې یا سټیکرونه تثبیت کړي او بالاخره شفافیت سازي وکړي اکه دغه شی چې نفس کې غلط وي څنګه ممکنه ده چې دغه پایلې مثبت ما تاته وویل ګوره مدني ټولنې سیاسي ګوندونه د دې پروسې شریکان دي په شکل د اشکار اما شریکان دغه اوله کې دا منتفي ګڼي دوی کولای شي چې دغه کمیسیون د کارونو نظارت وکړي او هر غزه کې چې نیمګړتیا ده یا ملي منافعو سره په ټکر کې ده لکه چې دانن پینیوکه کوي سبا یې پیو کی مونږ د هیڅ هغه کار طرفدار نه یو اما مخکې له پایلس کې دغه نیمګړتیا وو چې سبب د ناکامۍ دی د کمیسیون کې دغه د اصلاحاتو پر واسطه کې تاسو څه منئ کنه نه مونږ منو مونږ هر هغه آواز هر هغه قدم چې هغه اصلاحات وایي چې ترکیب باید تبدیل شي او کاغلی ایوب زاده وایي چې دغه تخنیکی له پلوه ستونزې دي دا باید تخنیکی له پلوه وڅېړل شي ګوره د ملي ائتلاف تر څنګ نور ډیری سیاسي ګوندونه دي که دا هر سړي ته د دې وخت ورکړي هر سړي نظر واخلي او هر سړي ته قناعت ورکړي دا به ډېره ستونزمنه وي اوس که حکومت یو کمیسیون ته دا وظیفه سپارلې مشخصه یعنې تنهاکه اجرایي ریاست قناعت وکړي دنیا ګل ګلزار نه 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 هغې د کمیسیون پایلو ته مونږ انتظاري که د کمیسیون پایلې مونږ څوک مونږ حکومت اما دغه شریکان دي دغه ټول ټاکنو شریکان باید حوصله وکړي دوه ورځې دا وګوري دا دومره چې حوصله وکړه دوه ورځې نور هم حوصله وکړي څومره تاسو د ښاغلي حکومت خبرو سره موافق یاست بیا مونږ د دې تقلبي پروسې شریکان نه یو یعنې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د دې تقلبي پروسې ځان شریک نه ګڼي سره له دې چې ځان شریک نه ګڼي په وړاندې ودرېږي دویم دا زمونږ حق ده د دې لپاره چې مونږ د دې حکومت مقابله نقطه یو یو میلیون جعلي اسناد د داووس په لاس کې لرو سل زره مو ښودلي او شپږ اشاره پنځه میلیونه نور هم ثابتولی سو دا زمونږ حق ده چې هر نو کمیسیون جوړیږي زمونږ د تایید وړ باید اوسېږي اجرایه ریاست زمونږ باید غړیتوب باید اجرایه ریاست تاسو دعوته یې حوصلې ته او د کمیسیون پایله پایله همدغسې چې سلهاو سلهاو کمیسیونونو پایلې نه درلودلې د دې کمیسیون پایلې هم منفي دي ځکه ترکیب یې منفي ده حداقل ظاهرا ښکاري ښاغلي وریا چې د ارګ تر څنګ اجرایه ریاست هم فکره ده دغه کمیسیون کار سره که حکومت په ټولیز ډول وغواړي چې د خپل په هغه تګلارې مخکې لاړ شي په هغه صورت کې به څه ډېر ښه سوال ده که اجازه راکوي مونږ اووه کمشنران لرو څلور کمشنران ډاکټر صاحب غني ټاکلي دي درې کمشنران هم ډاکټر صاحب عبدالله ټاکلي دي پس دغه متقلب کمیسیون کې ارګ او سپیدار دواړه شریک دي په دغه تقلب کې دواړه شریک دي او د خلکو په غولولو کې دواړه شریک دي او باید عرض کړم د تا پوښتنې ته چې په هیڅ ترتیب سره مونږ د حکومت دغه تقلبي لړۍ نه منو او زمونږ ته مشروعیت نه لري یو عمومي ستونزې دي چې ایوب زاده صاحب ورته اشاره وکړه مثلا په هیواد کې سراسري ټاکنې قطعا ممکنې نه دي عمومي ټاکنې قطعا ممکنې نه دي مونږ یو بېطرفه مستقل کمیسیون نه لرو چې په هغه بېطرفانه ډول باندې ټاکنې مدیریت او سازبندۍ کړي ځکه دا یو لاسپوڅی کمیسیون ده او په څنګ دې کې مونږ یو باظرفیته کمیسیون نه لرو چې هغه وکولی شي ټوله لړۍ د ظرفیت لحاظه مدیریت کړي له بلې خوا حکومت اراده نه لري د یو شفافه ټاکنو په خاطر باندې
او لبل خو حکومت حاضر نه ده چې مدني ټولنو ما مخکې تاسو ته دغه ملا او د مقتدی موضوع وړاندې کړ چې وایي کې د سړی او د سمات چې په غو صورت کې موږ کې کنه غویل نه کې بل اخر غویل چې ما وکړه دغه زمان کم پاتې خالي وریا مونږ زو انتخاباتو په لاو که حکومت هوډ ولري چې په دغه ټولو ستونزو سره انتخابات تر سره کې په غو صورت کې که حکومت هوډ ولري چې د انتخاباتو پر ځای انتصابات سازماندی کې او د خلکو په سترګو کې خاوري غورځوي سیاسی ګوندونه او لغې جملې څخه به د افغانستان لوی ملي ائتلاف د دوی په وړاندې په مدني شکل باندې ودرېږي. آیا فکر نه کوي چې دا یو تش شعار بل شی نه ده؟ امیدوار یم څه چې وایم دا تش شعار نه وي او انشاءالله نه به وي او دا به همداسې په عمل کې ثابت سي لکه د دوی چې موږ میلیونهاو تقلبي اسناد د رسنیو په وړاندې باندې کېښودلې نورې خپلې کړنې چې د تقلب په وړاندې ودرېږو دا به بیا هم رسنۍ شاید حال وي. په پرلپسې ډول ستاسو هر غوښتنه رد کړه او په هغه یې وخندل یا موسکه یې وکړه؟ دې کې هېڅ شک نشته چې حکومت د خلکو غوښتنو ته د دیموکراسۍ ارزښتونو ته او د ولس رایې ته احترام نه لري مګر که سور خط ته ورسېده بیا به له هغې خوا وروسته حرکت سور خط به اته ویشتم د میزان یې تاسو په سور خط به دا وي چې باید حکومت تقلبي ټاکنې ترسره نه کړي او د سیاسي ګوندونو د دې باید جواب حکومت او کمیسیونو تر اوسه پورې ورکړی هغه جواب چې خپله د خپل په ذهني په داسې یو حالت کې که موږ سرې کرښې ته یعنې اته ویشتم د میزان ته رسېږو او حکومت غواړي چې تقلبي او انتصابي ټاکنې وکوي دا به د سیاسي ګوندونو لپاره سره کرښه وي او حکومت ته به اجازه ورنه کړي چې له دې سرې کرښې نه تیر شي. آقای بزاده، حالا یک پرسش خیلی عمومی هم میشه ارتباط به صرف نظر از موضوع تکنیکی مطرح شوه، شما به عنوان یک کسی که در این حوزه کار میکنین چقدر باورمند هستین که حکومت برای میره که از طریق از او بتانه انتخابات تدبیر کنه؟ چالش هایی که دم رویش است در ارتباط به عدم شفافیت، در ارتباط به خیزش احزاب سیاسی، در ارتباط به بیباوری افکار آمه و 1100 موضوعی که شما پیشتر روش شد کنید. ما از وضعیت حاکم اگران چی که برداشت کردیم متاسفانه خیلی مشخص است. از یک طرف متوجه ازی شدیم که تمام این سناریوها و بحثا و زدبندها بی اساس و در مخالفت با قانون و بدون اصول و ارزش های تعریف شده پیش میره که خود ازی ما را به ترکستان میبره آنچه که شما پیشتر فرمودین. برداشت دومی از وضعیت حاکمی است که یک تعداد در صدد فرار از مسئولیت ها هستند و تعداد دیگه تلاش میکنند منافع تیمی و شخصی خود را تضمین کنند. این دو برداشت که ما را به یک نتیجه رسانده ای است که متاسفانه در افغانستان ما فکر میکنیم که دشمنای دموکراسی تنها در بیرون از سایه کنترل حکومت است. معلوم میشه که در داخل کنترل حکومت هم هست افرادی هستند در داخل و بیرون حکومت که دشمنای دموکراسی هستند، دشمنای ارزش های دموکراتیک هستند. چقدر مقدر هستند؟ متاسفانه بیشتر و یعنی تطبیق مالفه های دموکراتیک در افغانستان میتونه مانع بزرگ بر اونا باشه و حداقل اونا را ضعیف بسازه. در آیا در ردای تصمیم گیری هم هستن افراد؟ بدون شک. مسئله دوم، اکثریت با تاسف بسیار کلان چی در ساختارهای سیاسی و ما با احترامی که به همه دوستا دارم و چی در داخل حکومت بیشتر تلاش به این است که مستقیم و غیر مستقیم ما بریم به طرف خشونت ها بدون از اینکه بریم تفاهم کنیم بین خود، مثلا صحبت کنیم و یک راکرد بالاخره توافق صورت بگیره و بریم به طرف انتخابات. تلاش به این است که خشونت ها را بالا ببرن، حساسیت ها را بالا ببرن. اما میگن که در به دیالوگ حکومت بسته خب، سوال در کجاست؟ ببین، از یک طرف که ما مثلا اگر شما هم سخت بگیرین اونا هم سخت بگیرن ما میریم به طرف خشونت میریم. حالا بیا شما با اون یک نهاد مشاهد، شما هم نگران برهم خوردن نظم افتضاح‌آمیز انتخابات مثل دورهای قبلی هستید؟ آیا شما خواستار نشست‌ها برای شفافیت انتخابات با کمیسیون و با جانب حکومت شدین؟ اگر شدین پاسخ چی بدید؟ ببینید، ما تلاش کردیم، جلسات داشتیم، بدون شک به حتی خونه تقاضا داشتن از ما، اما ما بیشتر در شما اگه میرین در دایره شرکای انتخاباتی که به طرف انتخابات برین، شما وقتی که میبرین اصلا اکثریت می بسیار گنگ موضوع را مطرح میکنه و بعضی وقتا خواسته ها با گذشت زمان تغییر میکنه. خیلی هم خواسته های ثابت و تعریف شده و
بر مبنای واقعیت ها نیست از هر دو طرف و حتی کارشیوه های هم که معرفی میشه از آدرس حکومت کارشیوه بسیار منطقی و عملی نیست برای انتخابات. بحث هایی که کمیسیون انتخابات مطرح میکنن، ما امی شرکای انتخاباتی در صدد هستند که یک نوع سردرگمی را ایجاد کنند برای وضعیت انتخاباتی. آیا شما به عنوان یک نهاد تکنیکی نواقص پیشنهادهای طرحگونی حکومت را و کمیسیون را برشان پیش ماندین که 1, 2, 3, 4 راش دان اشتباه است و اینی رای حل است؟ ما کاملا این مسئله را برشان کتبا هم ارائه کردیم و بسیار منظم هم ما در جیران هستیم. پاسخ چی بوده؟ متاسفانه در ظاهر بسیار مثبت هستند و خیلی هم قدردانی میکنن، ولی زمانی که بحث عمل مطرح میشه اصلا الان چی که ما پیشنهاد میکنیم نه کمیسیون را عملی میکنه نه حکومت حتی نه احزاب سیاسی. هم ما ترس کلانم به عنوان یک شهروند بیچاره کشور همیست که اگر اینمی دیالوگا بسیار حساس شد و پیش بره و امکان داره که انتخابات به طرفی بکشنن که خشونت ها در سطح بسیار بالا قرار بگیره و او زمان بازم قربانی ملت افغانستان میتونه باشه. ما از خشونت انتخاباتی شدیدا نگران هستیم. حالا اگر شما میگین که نه کمیسیون و نه حکومت طرحهای خیلی معجز شما را نمیپذیره، ظاهرا پیش آمد خوب میکنه و عملش آنچه که میخواه او است و احزاب سیاسی هم بر مبنای او هشدار خشونت یا حداقل نافرمانی های مدنی رو میده، در این صورت رای بیرون رفت برای شما و برای احزاب سیاسی در برای حکومت چی میتونه؟ ببین رای بیرون رفت کاملا روشن هست. ما چند چیز بر خود میار بگذاریم و شاخص بگذاریم و این که به یک تفاهم کلی برسیم. اول اگر واقعا منافع ملی افغانستان تعریف شده باید روشن کنیم. دو اگر نظامی به نام دموکراسی قابل پذیرش است یا در قانون اساسی هست که هست و همه گیر پذیرفته بر ما یک خط قرمز باشه. سه قوانین دیگه که مسئله را مطرح کرده کاملا ما این کل شاخصه های حقوقی را و مصلحتی را و بر مبنای منافع ملی افغانستان را پیش خود مانیم. چقدر کمیسیون بر مبنای همین شاخص هایی که شما نمیدین حرکت کرده؟ متاسفانه میگم براتون که ما به مزید که بر خود روش تعیین کنیم، میار تعیین کنیم و یک کار انجام میدیم، میریم خیلی هم احساساتی و حتی بعضی وقتا غیر منطقی و عجولانه میریم یک تصمیم میگیریم به اینکه ذهنیت سازی کنیم و عوام به یک نوع فریب بدیم. حالا اتهام عامی که بر کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان ابزار اجرایی سناریو سازی های ارگ است، فکر میکنید که قرار نشان میده این گونه است یا نه؟ ببینید از ارگ از این بابت نباید کسی شکایت و گله کنه. ارگ از هم پاشیده، ارگ شکست خورده از نقطه نظر ساختاری. در اون ساختاری وقتی که شکست میخوری جلو اون گرفتنش خیلی دشوار خواهد بود. هر آنچه که من پیشنهاد میکنم کسایی که خود ادعا دارن نخبه سیاسی در افغانستان، من فکر میکنم نیاز است به خاطر بحران، همین مدیریت بحران در کشور که امروز بحران است، بحران عملی در افغانستان بحران است، اینا در هم جمع شن اما چند تا شاخصه و معیار روش تفاهم کنن بدون از اینکه عقده های شخصی خود یا منافع شخصی خود روی میز بگذارن و هر روز موضع خود تغییر بدن ثابت نباشن. ما میخوایم براتون بگویم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه هیچ انتخاباتی نمیتونه برگزار شود در افغانستان، نه انتخابات پارلمانی و نه انتخابات ریاست جمهوری. چه دقیقه وقت داریم؟ اجازه بدین که از آقای حکمت یک دقیقه بر کلی تقسیم بکنیم. روسی پختنه او بسم طوله او څومره کولای شي چې یو جامع تګلارې په اړوند وګورئ چې بیرته دغه حداقل دغه افتضاع جلوګیری وشي او د اقناع لارې چارې وڅېړل شي؟ تاسو د قناعت لپاره لا تر اوسه وخت شته. ما وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مسؤل نهاد په توګه مسؤلیت لري چې د ټولو دخیلو اړخونو سوالونو پوښتنو ته ځواب ووایي. رازم د ریاست پوښتنې ته چې دی په زرګونو تذکیرې سټیکرې رازم حداقل یو میاشت دوه میاشتونه کم موږ انتخابات وخت چې موږ ملي خبره کوو یا د انتخابات د ډیموکراسي اصل بولو ټول په دې کې ځان شریک بولو، باید به هسته دې چې موږ تقابل وکړو، یو بل سره مقابله وکړو، نیوکې وکړو، بې ځای بحثونه وکړو. بهتره ده چې په دې پروسه کې ځان دخیل کړو. اما تاسو دخالت نه پرېږدئ؟ موږ یې پرېږدو، دا د هر افغان حق دی. څه کړئ تر اوسه دخالت په اړه؟ موږ د چا لاس نیولی؟ حداقل هغه غوښتنې چې دوی کړي په هره مسله کې د اجازه صاحب سره مشوره شوې تخنیکي ټکنالوژي چې دا بربنډوي تاسو په مخ کې دواړه دروغ وایي. سیاسي ښاغلی حکمت دواړه دروغ وایي. د تاسو په مخ کې د سیاسي ګوندونو سره ناستې شوې، د دوی طرحې اخیستل شوې. د تاسو مخ کې دي، غیابي خبرې نه دي. یو اریا صاحب د تاسو حق پته ده او ایبزاده تاسو مخ کې ناسته. آیا دوی دروغ وایي؟ نه، دوی دروغ نه وایي. ما ایبزاده صاحب ته وویل چې دا په خپله دا کیناستله په هغه د خپل موبایل په هغه مشوره کې په هغه جلسه کې یو وړاندیز نه منل دی. خپل یو وړاندیز نه منل شو دی. ډیر وړاندیزونه به دوی منل شوي. دا چې د لیست جوړ شو د چا په وړاندیز جوړ شو؟ د سیاسي ګوندونو وړاندیز، د مدني ټولنو وړاندیز.
ښاغلی وره ډیره مننه. لومړی ایوبزاده صاحب سره زه موافق یم، ارګ انحصار د قدرت غواړي، او دا انحصار د قدرت غواړي چې د پارلماني ټاکنو تر نیوم لاندې نور هم ځواکمن کی، او سیاسي ګوندونه غواړي چې دا انحصار مات کی او ټول لوبغاړي او افغان ولس ته اجازه ورکړي چې د هغوی رایه په حاکمیت تبدیل شي. دویم، سیاسي ګوندونه که څه په دولت کې دي که څه بیرون له دولت څخه دي، ټول د ټاکنو پاک یو واحد نظر لري. ستاسو ځینې غوښتنې حداقل د عملي او منطقي له نظر نه ځینې تخنیکي کسانو او حداقل د تاسو هغه د ائتلاف غړو رد کړه، مثلا تغییر د سیستم د انتخاباتي له رای واحد غیر قابل انتقال نه د انتقال وړ رایو ته، دا یو شی دی چې عملي نه دی حداقل، یا بغدر دې چې دا زمانګیر دی او بل اخر دغه سیستم له بیخ نه باید مکمل تبدیل شي. مشکل هم دلته ده. آیا تاسو فکر کوئ چې خپله تاسو خنډ ایجاده وي د انتخاباتو؟ نه، مشکل د اوس چې موږ نوې مدقې ته را رسېدلي یو، په نوې مدقې چې داسې وړاندیز کوئ چې غیر عملي، اجازه مطرکه حکومت وایي چې نور موږ وخت نه لرو، نو تاسو دغه تقلبي ټاکنې ومنئ، تر حال چې د دغه ملي وحدت د توافقنامې پر بنسټ باندې د حکومت لومړنۍ دنده دا وه چې په نظام د انتخاباتي کې دوی باید عمیق اصلاحات راوستلي وای، چې څلور کاله دوی دا کار ونه کاو، حداقل دوه کاله ګوندونه له دوی سره مذاکره لري، نو دا دوی و چې زمان یې له لاسه ورکړ. زموږ ګناه نه ده او مسؤلیت هم ویل چې دا ګوندونه څوک؟ دا ګوندونه د خلکو استازي دي، دا ګوندونه د افغانستان د سرنوشت ریښې دي. څوک هر ګوند وایي چې زه د افغانستان د ټول ولس استازی یم، دا به درسته نه وي، مګر هر ګوند د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوي. اما د ټاکنو کې ښاغلی وریا د ګوندونو نه ډېر کم کسان انتخاب شوي، ټول مستقل دي، حداقل د ګوندونو د رهبرانو زمن مستقله. ما ته اجازه راکړه، ستونزه همدلته ده چې ګوندونه په ټاکنو کې د شریکانو په حیث نه دي منل شوي، او ګوند نسي کولی چې رسمن په رسمي ډول باندې خپل غړي معرفي کې او په ټاکنو کې ونډه واخلي. اصلي فقط دېرش ثانیې وخت لرو چې ښاغلی ایبزاده دا وخت ورکړو چې بس ټول کړو. چقدر رمی تفاهم و دیالوګ خیلی خوشونت آمیز به قلب شما بین اعصاب سیاسی و حکومت افغانستان میتونه یک نتیجه داشته باشه؟ این طرف هم مو حد آخر خط سر شنگوش میمانه و این طرف بسیار مشکل است، چون رایی که اینا تعقیب میکنن بر یک تفاهم، به یک تفاهم نمیتونن برسن، چون خواسته ها در تناقض قرار دارد و خواسته های احزاب سیاسی در مقایسه با زمان منابع و تصمیم گیری که صورت گرفته در تناقض قرار دارد. رفتن به این مسیر به هیچ نوع تفاهم نخواهند رسید، جز اینکه خشونت ها بیشتر میشه و نمیتونه انتخابات شفاف سرتاسری برگزار شود. اما باید گفت که هنوزم برای اینکه جلوگیری از تقلب شود، هنوزم میکانیزمایی میتونه ایجاد شود برای اینکه تقلب صورت نگیره، اما اراده ای نیست که انتخابات یعنی هنوز هم وقت وجود داره. وقت وجود داره ولی اراده نیست که شفاف سازی شود انتخابات، جز اینکه زمینه سازی برای باجدهی و باجگیری شود و حداقل انتخابات مهندسی شود به نفع کسایی که اونا میخوان اکثریت در پارلمان اندازه. بسیار تشکر از مهمانان ما، شما بینید عزیز که بحث مردون بال کردین، تا بعد خدا نگهدار.